صنعتی مردمان، جزیره ای با 617 کیلومتر مربع وسعت، با بیش از 400 هزار سکنه، با 50 درجه سانتیگراد حرارت در تابستان. جزیره پیش از نفت چنین سکنه ای نداشت. نفت صنعت را آورد و صنعت مردم را و شهر وسعت گرفت. در واقع بخش غیر نفتی شهر آبادان و سکنه آن از راه مهاجرت ساکنان نقاط مختلف کشور به این جزیره و به برکت صنعت نفت به وجود آمد.
چهره ای خرم در زیر چهره سوزان آفتاب، زیرا مدیران امروز آسایش کوشندگان و مجریان را از نظر دور نمی دارند. بخش صنعتی آبادان شهری سازمان یافته با 16,000 واحد مسکونی و باشگاه ها و سینما ها و استخرهای شنا و واحدهای بهداشتی مجهز و کتابخانه ها، تا مردان نفت بیاسایند و نیروی بهره‌وری انسان بر دوام بماند و افزون گردد. دادم خواهش بکنم زنی بزنم دوباره بیاد بخواه. ایرانی. در این کارخانه 6 نوع روغن موتور از نوع ایرانول تهیه و به بازارهای داخلی عرضه می شود. بیمارستان‌های نفت با سرویس مجهز و تیم‌های خبره پزشکان و وسایل درمانی مدرن، سلامت و بهداشت مردان نفت و افراد خانواده آنان را تضمین می‌کنند. در آموزشگاه حرفه‌ای و هنرستان صنعتی نفت، هر سال هنرجویانی فارغ التحصیل و هنرجویان تازه‌ای به تحصیل مشغول می‌شوند و هدف تأمین کارگر و تکنسین ماهر برای اشتغال در قسمت‌های مختلف صنعت نفت. دانشکده نفت، مرکز مجهز علمی برای تربیت کادر عالی در رشته‌های مهندسی تولید و اکتشاف، مهندسی پالایش، شیمی نفت، مهندسی گاز و نیز مهندسی برق و حسابداری و مدیریت بازرگانی. فارغ التحصیلان این دانشکده در صنعت نفت و سایر شؤون اجتماعی و اقتصادی کشور به کار گمارده می شوند. پتروشیمی آبادان
به منظور تأمین نیازهای کشور به مواد صنعتی جدید از سال 1348 آغاز به کار کرد. در این واحد در حال حاضر ماده اولیه پلاستیک ها، ماده اولیه پودرهای شوینده و سود سوزاور تهیه و تولید می شود. بزرگترین واحد صنعتی ایران، پالایشگاه آبادان، 13 کیلومتر مربع فضای صنعتی، در شمار بزرگترین پالایشگاه‌های صادراتی جهان، با امکانات وسیع برای تولید بیش از 100 نوع فراورده نفتی، از راه تصفیه 430 هزار بشکه نفت خام به طور متوسط که روزانه از مناطق نفتخیز جنوب به خصوص اهواز به وسیله 9 خط لوله و 2 تلمبه خانه تقویتی به آبادان حمل می‌گردد. بندر ماهشهر تا آبادان 112 کیلومتر فاصله دارد. در حال حاضر 4 خط لوله بالغ بر 38 نوع فراورده نفتی پالایشگاه را به مخازن بارگیری این بندر می رسانند. با گذشت زمان، آبادان به عنوان بندر صدور مواد نفتی با مشکلاتی روبرو شد. بستر اروندرود با عمق کم تاب پذیرش نفتکش‌های بزرگ را نداشت. با اجرای طرحی عظیم و بیمانند، پالایشگاه آبادان با بندری مجهز و مدرن ارتباط یافت و کار صدور فراورده‌های پالایشگاه به بازارهای جهان از پیش نیز آسان‌تر شد. اینک بندر ماهشهر با 6 اسکله عظیم آماده پذیرای نفتکش‌های بزرگتری به صورت یکی از معظم‌ترین مراکز جهانی صدور مواد نفتی تصفیه شده درآمده است.
خاموشی میگیرند. ولی چشم صنعت و پرتو نفت خاموشی نمیشناسند. مردمان چشم بر هم میگذارند تا در سحرگاهی دیگر جوینده تر و کوشاتر برخیزند و تلاش هستی را دنبال کنند.